چهره های خسته اما امیدوار به آینده. اینان کودکانی هستند که از بام تا شام در روی جاده مصرف کار هستند. اما اینجا گرده هم آمدند تا در پهلوی کار کردن علم و دانش نیز بیاموزند. مؤسسه کمک های بشردوستانه اطفال در بلخ برای کودکان کارگر روی جاده زمینه فراگیری علم و دانش را فراهم ساختند. مسئولان هدفشان از این کار را فراهم ساختن زمینه های آموزشی با اطفالی است که کار میکنند و توانایی رفتن به مراکز علمی و تعلیمی را ندارند. این کاتگوری اطفال است که مکتب میرن و هم کار میکنن، اطفال است که مکتب نرفتن تا به حال و کار میکنن، اینا نیاز به آموزش دارن، نیاز به خواندن، نوشتن، نیاز به آموختن دارن. این اطفال تحت پوشش قرار داده. این مرکز بیش از یک سال میشه، تقریبا یک سال میشه که ایجاد شده و هدف کلان از این و هدف نهایی از این فقط آموزش و پرورش اطفال و توانبخشی و ارتقای ظرفیت خواندن و نوشتن اطفال است. دارن اینا در بخش های ریاضی، قرآن کریم، خطاطی، رسامی برزنا آموزش داده میشه. در همین حال آموزگار این اطفال کارگر میگوید که نزدیک به یک سال میشود که همه روزه برای این اطفال درس های دینی را آموزش میدهد. خودم از ساعت 3 تا 4 و از 4 تا 4 نیم دنیا تا قرآن برشان درس میدم. از سوی هم برخی از اطفالی که در این برنامه آموزشی مصرف فراگیری علم و دانش هستند میگویند که چیزهای زیادی را از اینجا آموختند و از دست اندرکاران این برنامه خوشنود هستند. تقریبا 3 سال است که در حوزه رنگمالی میکنم و 1 سال میشه که در این کورس درس میخونم و بسیار چیزهای خوب را یاد گرفتیم. 7 ماه میشه اینجا اومدیم درس میخونیم. خوش هستم که خوب درس میتره، انکار خم میکنیم، 3 وجه میم تا 4 نیم درس میخونیم. این در حال است که هنوز هم بیشترین اطفال در افغانستان مصرف کارهای شاق در روی جاده ها هستند و محروم از آموزش پرورش میباشند.